if you are illegally here, unless all I put back at the border. رنگین کمان، ویژه گزارش‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی. نویسنده و گوینده فرنوش رام. دکتر حبیب لوی نوشتن خاطرات خود را در سن 83 سالگی در لس آنجلس آغاز کرد، یعنی در سال 1980. خود وی می نویسد: در سالی که من پا به عرصه وجود گذاشتم، نزدیک به بیش از 25 قرن از پراکندگی یهودیان بابل و کوچ گروهی از آنها به ایران می گذشت. هنگامی که کوروش کبیر بابل را فتح کرد، جمعی از اسیران یهودی به پاسارگاد یا شوش مهاجرت کردند. اجداد بسیاری از یهودیان ایرانی از همین جماعتند. در میان اقوام و طوایف و مردمان دیگری که طی تاریخ ساکن سرزمین ایران شدند، قوم یهود از قدیمی ترین آنهاست. من در اکتبر سال 1896 در محله یهودیان تهران به دنیا آمدم. همکنون که در 83 سالگی خاطراتم را می نویسم، به خاطر لرزش دستهایم از ماشین تحریر قدیمی خود استفاده می کنم. نام عبری من یزغل عزرا، پدرم رحمیم پسر خداداد، مادر بزرگ من سنوبر دختر یزغل حکیم باشی دربار ناصرالدین شاه و همسر عزرا یعقوب معروف بود که به مردم محله یهودیان تهران خدمات زیادی کرده. در سال 1904 در 6 سالگی وارد مدرسه آلیانس تهران شدم و در 14 سالگی از مدرسه اتحاد فارغ التحصیل شده و در مطب دندانپزشکی برادرم که از فرانسه آمده بود شروع به کار کردم. اواخر سال 1911 با دلیجان و کشتی به باکو رفتم و از آنجا از طریق اتریش با قطار خود را به پاریس رساندم. چون زبان فرانسه را خوب می دانستم، با آسانی وارد مدرسه دندان پزشکی پاریس شده و در 17 سالگی جوانترین دندان پزشکی بودم که از این دانشکده فارغ التحصیل شد. بازگشت من به ایران همزمان با جنگ جهانی اول بود. در تهران با برادرم مطب دندان پزشکی به راه انداختیم. مدتی هم در همدان و سنندج به کار دندان پزشکی مشغول بودم. در پایان جنگ جهانی اول در 23 سالگی با زلیخا دختر سلیمان زاغی حیم ازدواج کردم. در سال 1919 با درجه ستوانی نخستین افسر یهودی بودم که در فوج قزاق به عنوان دندانپزشک بهداری ارتش شروع به خدمت کردم و تا 16 سال بعد با درجه نایب اولی رئیس بخش دندانپزشکی بهداری ارتش بودم. در این سالها رضا شاه مرا به عنوان دندانپزشک ویژه خود برگزید. علاوه بر این شاهزادگان قاجار و بزرگ مردانی چون ستارخان از بیماران من بودن.
پس از پایان جنگ جهانی دوم که مردم ایران با بیماری‌های گوناگون دست به گریبان بودند و امکانات دارویی ایران محدود بود، من با همکاری پسرانم شرکت دارویی ارگانون را بنیاد نهادیم که بعدها به صورت یکی از بزرگترین کارخانجات دارویی خاورمیانه درآمد. حدود 20 سال قبل از استقلال کشور اسرائیل برای نخستین بار به اورشلیم رفتم. در طول عمرم بیش از 10 بار از راه زمینی و هوایی به اسرائیل سفر کرده و با بزرگان و سیاستمداران آن در ارتباط قرار گرفتم. من در زندگی جز عشق به خانواده‌ام و همه مردم عاشق نوشتن بودم. کتاب‌هایم را همچون فرزندانم عزیز می‌دارم. بزرگترین افتخاری را که خداوند نصیبم کرده تألیف کتاب تاریخ یهود ایران می دانم که حدود نیم قرن با آن مشغول بودم. زنده یاد دکتر حبیب لوی در سال 1984 در لس آنجلس درگذشت و بنا به خواسته وی در اورشلیم به خاک سپرده شد. مرگ او پایان راهش نبود. پس از او به همت دوستدارانش بنیاد فرهنگی و آموزشی حبیب لوی پای گرفت که راه او را ادامه دهد. بنیاد فرهنگی و آموزشی حبیب لوی در سال 1995 بر اساس یکی از نوشته هایی که حبیب لوی در مقدمه کتاب معروفش تاریخ یهود ایران نوشته شده بود به وجود آمد. و اون نوشته که برای ما الهام بخش بود این بود که به خاطر اینکه ملت‌ها این همه با هم تضاد و نفاق نداشته باشند بهتر است که همدیگر را بشناسند. و مرحوم لوی کتاب خودش تاریخ یهود ایران رو با همین ایده و نظر نوشته بود که به مردم ایران بگه قومی که 2700 سال در این سرزمین زیستند که بودند، چه کردند و چه بر آنها گذشت، چه خوب و چه بد. با الهام از این نوشته ادهی که با آثار و نوشته ها و عقاید و افکار حبیب لوی آشنایی داشتند تصمیم گرفتند بنیادی ایجاد کنند که در راه شناخت افکار و عقاید اقوام به یکدیگر بتونند خدماتی انجام بدن. البته این ایده و آرمان بسیار بزرگ بود، اقیانوسی بود بیکران و آسمانی بی مرز که برای رسیدن به اون هدف بسیار بزرگ و متعالی نیاز به سازمانی بود در حد سازمان ملل متحد. اما این باعث این نشد که کسانی که این فکر به ذهنشون رسیده بود پا پس بنشینند و از این فکرشون منصرف بشند. در هر حال در زمینه همین هدف محدود ما تصمیم گرفتیم که در مرحله ابتدایی آثار خود حبیب لوی رو منتشر کنیم که انتشار کتاب تاریخ جامعه یهودیان ایران که به صورت دیگری در یک کتاب جمع آوری شد نخستین قدم بود و بعد این کتاب به زبان انگلیسی ترجمه شد و در کلاس درسی که UCLA به یاد مرحوم دکتر حبیب لوی ایجاد کرد این کتاب الان
به صورت یک کتاب کلاسیک درسی دانشگاهی مورد استفاده قرار میگیره. بعد کتاب دیگری از مرحوم لوی که زیر انتشار و آماده چاپ هست، احکام حضرت موسی آماده شد. کتاب خاطرات من ایشون منتشر شد. در همین زمینه هدف کلی و ابتدایی که برای بنیاد لوی ایجاد شده بود، بنیاد کتاب‌های دیگری رو منتشر کرد که از جمله باید خاک خوب خدا و در جستجوی حقیقت رو نام برد. جز انتشار کتاب‌ها در این مدت چند سال اخیر، یعنی از زمانی که بنیاد ایجاد شد تا کنون، موفق شدیم که سمینارهای در دانشگاه و مؤسسات دیگر از جمله ADL داشته باشیم. And I'm the provost of the College of Letters and Science. Been the first recipient of the distinguished Habib Levy visiting professorship in Judeo-Persian. Professor Amnon Netzer will commence offering a course in the program of Iranian studies on Judeo-Persian. در اوایل سال 1997 از جانب دانشگاه UCLA بخش زبان‌ها و فرهنگ خاورمیانه با بنیاد فرهنگی حبیب لوی تماس حاصل شد و پیشنهاد شد که درسی به عنوان ادبیات فارسی هود به اسم زنده یاد حبیب لوی در دانشگاه UCLA تدریس بشه. اولین سال آغاز تدریس این کلاس بهار سال 2000 بود که پروفسور امنون نتسر این درس رو برای یک کوارتر تدریس کردن و سال بعد از سال 2001 ماموریت این کار به عهده من گذاشته شده. این درس شامل تاریخ، فرهنگ و ادبیات یهودیان ایرانی است و یک دانشجو بعد از 3 ماه که در این کلاس هست با یک معلومات کافی از تاریخ یهودیان ایران، فرهنگ یهودیان ایرانی و آشنایی با حروف فارسی هود و خواندن ادبیات فارسی هود کلاس رو ترفیع کنه. یادم میاد که در سال 1958 میلادی وقتی برای اولین بار سخن پراکنی های روزانه صدای اسرائیل را در اورشلیم افتتاح کردم، در فکر این بودم که یک کتابخونه هم ترتیب بدم. خوشبختانه در میان کتاب هایی که به ما رسید، 2 جلد کتاب بود از زنده یاد دکتر حبیب لوی. جلد اول و دوم کتابشون چون سال 1958 بود و من وقتی مرور کردم، برای اولین بار به زبان فارسی کتابی نوشته شده در مورد تاریخ یهود، ضمناً در ارتباط با تاریخ یهود ایران. بعد از 2 سال جلد سوم در اومد 1960 میلادی که البته بیشتر محتوای جلد سوم بیشتر درباره یهودیان ایران بود و برای اولین بار باید اعتراف کنم که یه انگیزه در من ایجاد شد که ما یه تاریخی داشتیم، فرازنشیب‌هایی داشتیم در تاریخ خودمون و در اونجا تا یه اندازه میتونم بگم که تصمیم گرفتم لااقل گوشه‌هایی از زندگی اجداد و پدران خودم را یا پدران همون جامعه‌ای که مدت 2700 سال در ایران زندگی می‌کردند بدونیم. در 1963 میلادی در دانشگاه کلمبیا وقتی مشغول تحصیل بودم، به این فکر افتادم که باید در این مورد واقعا یک کوشش‌های بیشتری بشه و با اشتراک مسائی و تشویق استاد محترم پروفسور یارشاطر وارد مبحث تاریخ و ادبیات و فرهنگ یهود ایران شدم. البته در این مورد من میتونم صحبت‌های بسیاری بکنم، همینقدر کافی است که بگم نوشته‌های و تحقیقات زنده یاد دکتر حبیب لوی رهگشای کارهای تحقیقی بعدی بنده بود. خوشبختم از اینکه فرزندان دکتر حبیب لوی تونستن یک کار بسیار بسیار ارزنده‌ای انجام بدن در شهر لس آنجلس با برپایی بنیاد فرهنگی حبیب لوی در دانشگاه UCLA و این افتخار بزرگی بود برای بنده که مرا انتخاب کردن به عنوان
نخستین کسی که به عنوان اونطوری که خودشون واقعا در این دعوتنامه نوشتن Distinguished Professor of Iran or Judaica or Judaism or Judeo-Persian Studies در دانشگاه UCLA و من به مدت یک سمستر تقریبا در این دانشگاه در چارچوب همین بنیاد تدریس کردم و خوشحالم که دانشجویانی که در کلاس من بودند علاقه زیادی به این موضوع نشون دادند و بعداً این کار ادامه پیدا کرد که تا امروز که من در اینجا دارم صحبت میکنم که ماه می 2003 میلادی است همچنان ادامه داره و امیدوارم که برای همیشه ادامه داشته باشه. وقتی از فردوسی سوال کردند تو با سرودن 30,000 بیت شعر چه نقشی را در ادبیات ایران بازی کردی؟ این شعر رو پاسخ داد بسی رنج بردم در این سال 30 عجب زنده کردم بدین فارسی. دکتر حبیب لوی متجاوز از 30 سال کوشش، توان و عشق خود را در راه جمع‌آوری اطلاعات و تألیف و تدوین کتاب تاریخ یهود مصروف داشت. او جامعه یهود ایران را به دنیا معرفی کرد، جامعه‌ای که بنا به نظر دو تاریخ نویس معتبر دنیا دوبینوف روسی و گراتس آلمانی که تاریخ یهودیان دنیا را نوشته بودند اشاره بس مختصری از یهودیان ایران که دیرپاترین قوم یهود در دنیا هستند کرده بودند. دکتر حبیب لوی با پی بردن به این نقیصه به تمامی دهات یهود نشین ایران مسافرت کرد، با مؤمرین، با افراد صاحب نظر و مطلع مصاحبه کرد، نظرات و اطلاعات آنها را خواست. ایشان با آثار همه جهانگردان دنیا که به هر کیفیت درباره یهودیان ایران مقالات و کتبی تألیف کرده بودند مراجعه می کنند، مطالعه می کنند و همینطور 700 جلد کتاب از کلیه کتابخانه های معتبر دنیا در فرانسه، در انگلستان، در سوئیس، در امریکا جمع‌آوری می فرمایند و با مطالعه این کتب درباره یهودیان ایران مبادرت به تألیف کتاب تاریخ یهود در 3 مجلد و مشتمل بر 2,000 صفحه می نماید. در طول تاریخ بزرگان یهود نوشته های زیادی درباره دین برای ما نوشتند، اما نوشته های تاریخ نبوده. مرحوم دکتر لوی که من افتخار آشنایی را از نزدیک به ایشون داشتم تاریخ یهودیان ایران را برای ما نوشتن که این یک شناسنامه است برای ما. به ما به نظر من وظیفه داریم که کمک بکنیم در راه هر راهی که میدونیم که بیشتر اینها شناخته بشه در دنیا. گویا یزدان بر این نیکو خصال داده گنج دانش و فهم و کمال، جسم و جانش را به علم آراسته، گویی از بحر هنر برخواسته، هم مورخ هم مؤلف هم طبیب، هم مدبر هم طبیب است این حبیب، داد بر خود سالیان رنج گران
با پژوهش‌های ژرف و بیکران در سه جلد آورد تاریخ یهود، آنچه در ایران بر ایشان رفته بود. کرد تألیف و چو مشعل رهنمود، هدیه‌ای بخشید بر قوم یهود. دلیل این که ما اقدام به تهیه این فیلم کردیم برای این که به جمعا دوستان من به این نتیجه رسیدیم که هر چقدر بشه به افراد جامعه و به طور کلی به همه انسان‌هایی که احتیاج دارن بدونن راجع به یهودیت و راجع به اونچه که رفتار صحیح و کردار درست وجود داره چیه، ما برای قسمتی از عزیزانی که دلشون میخواد از اقدامات این تشکیلاتی به نام حبیب لوی فاندیشن مطلع بشن اقدام به تهیه این فیلم کردیم. هیچ جنبه تبلیغاتی نداره، اما جنبه اطلاعاتی بیشتر داره، چون همونطور که عرض کردم اطلاعات امروز یکی از وسیله هاییست به خصوص برای جوانهای ما و سایر جوانها که بدونن که مذهب یهود به دلیل اینکه بیاد و نفاق و کدورت و دشمنی به وجود بیاره نیست، هم نوع خود را مثل خودت دوست بدار.